تو و پاتیلم کردی مگه این رسم مستی و راستی شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من سلام دوستان من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی قبل از که به این اپیزود با دوست یا یاسر برسیم مثل همیشه منو با هندل ات کینگ رام میتونید دنبال کنید برین کینگ رام کام بلیت ترکیه و استانبول رو بخرین که دیگه این آگوست 29 قرار کنسرت همه بیان و با هم بتر کنیم خوش بگذاریم تور آمریکا هم شروع میشه تا یکی دو ماه دیگه اونجا برین کینگ کام بگیرین مثل همیشه اسپانسر این اپیزود وی پی ان هستش وی داش پی یه کمپانی که در تخصص در وی پی داره و یه دستگاهی در از که شما خرین از اینا و تو رو می‌ذارین و براتون یه وی پی شخصی درست می‌کنه که بعد شما می‌تونید با هر کی دلتون به اشتراک بذاریم و خوبیش اینه که دیگه ماهانه لازم نیست پول بدین و کارشون و کدشون حتی اوپن سورسه و خیلی شفافیت زیادی هستش توی این بچه‌ها و تیمشون و خلاصه هر جای دنیا باشی یا طریق این اپ وقتی که وصل بشی به دستگاه خودتون انگار تو خونه خودتون به آی پی خونه خودتون وصل شدین به اینترنت و بخصوص برای بچه‌ای که مثلا میرن ایران یا جای دیگه سفر و لازم دارن به بانکشون وصل این خیلی کمک میکنه خاصه با تخفیف کد کینگ رام 50 برین we-pn.com بخرین یه دستگاه رو 50 درصد آف میگیرین و حمایت کنید از اونا که اونا از ما حمایت میکنن شما بیشتر حمایت کنید اسپانسر uh, دیگه هم مثل میشه betterhelp.com اگه دنبال ترپی هست این از لینک من استفاده کنید به این betterhelp.com slash uh, راستی من بسید که هر آدمایی که رجیستر میکنن من uh, اونا با من کار میکنم برای همین خیلی مهمه و تاثیر گذاره اگه میتونید و نیاز دارین مهمتر از همه چیز مثل خود من که من اونجا میرم ترپی انجام میدم و uh, مهرانم برادرم اگه نمیشناسیش که اونم به زودی میخوام بیارمش تو پادکست ها قرار با بالاخره صحبت کنیم بعد از چهار سال مسیر راستی مهران قبول کردی که بیاد تو پادکست برین صفحه مهران تو اینستاگرام که مرانز و M -e فکر کنم و وبسایتش هم mindbodyintegration.ca یا legacyjourney.ca برای سایکدلیک تراپی بریم این اپیزودو با هم گوش کنیم سلام دوستان من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی برنامه ای که معمولا توش کمی مستی رو افتاد چه تا یا یکیشون یا دوتاشون یا آره معمولا یکیشون حد دقیق باید باشیم و اینکه مهمون امروز یه دوست عزیزیه آقای دکتر یاسر قرشی که قبلا هم تو این پادکست بوده و اپیزود 46 اگه اشتباه نکنم میتونید برید اونجا به داستان زندگیش گوش کنید و ولی یه مرور کوچیک حالا امروز میکنیم برای بچه کشن چون چند سال پیش بود که ما این اولین بار با هم زب که بعض موقع دیگه رفیق شدیم و من الان این شانس داشتم که بیام استانبول مهمون یاسر جون باشم و کلی تو خونهش عشق حال کردیم و یکی اه... از ریلکس ترین خونه هایی که تو عمرتون میتونید تصور کنید یاسر دمت گرم خیلی خوشحالم که برگشتی برنامه و... قرار دور بشنیم. فکر بزنیم و بگیم و بخندیم آره خیلی خوبه یعنی تجدید خاطره خوبی شد چهار سال پیش بود فکر کنم موقع من معمولیت پاکستان بودم وسطش اومده بودم سان از اونجا صحبت کردیم بعدش کلی اتفاقا افتاده حالا کلی حرف میتونیم بزنیم با هم آره آره اتفاقا من من میگم سری برای بچه که شاید یادشون نباشه یا آدمای جدیدی که پادکست گوش نمیشناسن تو رو یه مختصر در چند دقیقه اگه بتونی داستان همین زدی که چجوری دکتر شدی و چی منجر شد به این مسئله میدونم خیلی داستان طولانی که میگم اون اپیزود قبلی رو برین گوش کنید حتما مفصل ولی یه حالت الیویتر پیچ به خارجی آره دکتر شدن که خب اینم من با مامانم معلم بودن جفتشون با درس می‌خوندیم دیگه بعدش هم هیچی با درس می‌خوندیم و آخرش هم انتخاب رشته هامون معمولا اول اول پزشکی می‌زدن حالا جدا از اینکه خب بالاخره آدم دوست داره توی همچین فیلدی باشه مثلا ماها که وقتی بچه بودیم خیلی کم بوده پزشکینا بود بعد من یادم پزشکم هندی بود مثلا بعد خیلی آدم حس میکرد که چه خوب خودش جایی باشه خب به حال افتادم تو اون مسیر رو بعد از دانشگاه یعنی در حین دانشگاه هم این کارهای سیاسی و اینا و بعد علوم پزشکی عراق پزشکی مو خوندم بعد اومدم سربازی مو تو همون عراق نیرو هوایی ارتش رفتم پدافند بودم اینجایی که الان آب سنگینه و اینا من تو پنج دیگه من نوت فهمی دارم که یه سری سوالاتی که میخوام بکنم و داشته باشم <applause> آره دارم من. تو موبایلم تکس چک نمی کنم فکر نکنی آدم اینقدر بیشوری هستم آره بعدش هم تخصص هم رفتم تهران گرفتم و بعدش رفتم بلوچستان سراوان تر بودم بعد اضافه موندم خودم بعدش هم مهاجرت به کانادا کانادا رفتم امتحانامو دادم همون سال 2014 اینا بود تموم شد من خب سیستم کانادا سیستم خیلی مسخره ای امتحاناتو میدی آماده ای رجیستر شدی برای مدیکال کانسل ولی اجازه یه کار یه چیزیه که مدیکال کانسل نمیده در واقع سری کالجن میدن که سنفیه هیچی علاف اون بودم و دیدم به جای اینکه علاف باشم خب چه کار یه برگردم ایران کارمو بکنم برگشتم ایران رفتم دوباره همون بلوچستان بودم و بعد از اونجا رفتم خوزستان حالا به خاطر یه سری اتفاقا و در پی همونا مجبور شدم از ایران بیام بیرون چون که یه سری مشکلات داشت برام پیش, اومده بود در و اومدم توی شرایط خیلی بدی اومدم کانادا چون دیگه حسابم بسته شده بود هیچ دسترسی به هیچی نداشتم و کانادا اومدم به عنوان اوبر کار کردم دلیوری کار کردم کوریر کار کردم تا اینکه اپلای کردم برای پزشکان بدون مرز و پذیرفته که شدم دیگه رفتم سراغ ما اولی معمولیت بود که با هم صحبت کردیم اون موقع پاکستان بود که اتفاقا پاکستان رو برای این بهم دادن که اون معمولیت هم توی بلوچستان پاکستان بود اه. و اه، من خب چون تجربه بلوچستان داشتم اون معمولیت رو بهم دادن بعد از پاکستان سه تا دیگه ماموریت رفتم رفتم سودان جنوبی نه ماه اونجا بودم بعد برگشتم رفتم اوکراین بعد از جنگ سه ماه هم اوکراین بودم و بعد از اونم رفتم بنگلادش نه ماه هم بنگلادش بودم و بین این معمولیت ها سودان جنوبی که بودم دیدم خب همه معمولیت های من سمت آفریقا و آسیاست و این رفت و آمد تورنتو خیلی سخت زمینه که هزینه های زندگی تورنتو هم خیلی بالا بود برای همین بین معمولیت هام دیگه استانبول شد چی میگم پایگاه هم می اومدم استانبول از استانبول میرفتم این برون بر و یعنی شاید به تو هم میگم بهترین تصویری که گرفتم آره <تصفح> آره حالا <با. آرا> میرسیم <تصفح> به استانبول هم کنید بزنیم قبل از هرچی اینم یه قطع اینجوری بکنم که خشخ... امیدوارم خشخش نکنه آره آم... ببین خیلی ب... اولا ببین اه... اه... کلا پزشکان بدون مرز کارشون چیه و چه جور اه... اه... مؤسسه‌ای هستن هن؟ 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 نام فور ان دولتی ان خصوصی ان و کلا هدف اهداف اصلیشون چیه ببین پزشکان بدون مرز یه سازمان نان وابسته به هیچ دولتی نیست و اون موقعی که تاسیس شد ام. در واقع یه پزشک و یه خبرنگار بودن که اینا همه توی صلیب سرخ کار میکردن و یه سری چیزایی رو میدیدن که خب صلیب سرخ چون به هر حال توی هر کشوری با اینکه یه ارگان NGOه ولی وصله به دولت ها به واسطه اون نمیتونستن اینا رو اعلام بکنن جنایت هایی که میشه این چیزا یا اینکه توی یه سری مناطقی که فرض کن درگیری بین دو طرف بود نمیذاشتن دولت ها اینا برن طرف دیگه کار کنن و به خاطر این اینا اومدن بیرون از اون صلیب سرخ و خودشون یک انجیوی تاسیس کردن به نام پزشکان بدون مرز که از اول قرار شد وابسته به هیچ دولتی نباشه و یکی از مهمترین ارکانش هم بود که توی چیز خودشون میگن سپیک اپ یعنی اینکه وقتی میرن یه جایی یک چیزی میبینن در موردش صحبت کنن مثلا نسل کشی رواندا رو پزشکان بدون مرز اولین بار اعلام کرد سری به سرخ و اینا هیچ کدوم نمی اومدن بگن چه اتفاقی داره میفته ولی اینا کارشون اینه که اعلام کنن توی درگیری ها توی حالا بلایای طبیعی وقتی میرن یه اصل دیگه اینه که نامپارشال باشن یعنی سمت هیچ طرف درگیری وای نستن فرض کن توی اوکراین ما به هم به اوکراینیا سرویس میدادیم هم به اون آسیب دیدگان جنگ روسیه تا این سوال دارم دقیقا که رابطه داره به همین موضوع و اینکه اولا که کار مثلا هم صلیب سرخ هم دکترون بدون مرز اینه که خب یه جایی که در یک موقعیت سخت یا جنگی یا, یا،, یا, 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 یا فقط به جنگ بشه حتی اگه مثلا یه اتفاق طبیعی افتاده باشه زلزله اینا باز میرن دیگه درسته یعنی صحیحی... کلا جایی که اگر آزار یا زیانی داره به انسانی میرسه اینا معمولا میرن میرن جایی که سیستم در واقع خدمات سلامت اون منطقه توانایی اینکه خودش به تنهایی اون بحران رو حل کنه ندارن به عنوان کمک میرن و سوال بعدی اینه که وقتی که مثلا تو کشور ایکس اتفاقی میفته اینا میخوان برن وارشن آیا اوردی پایگاهی دارن یا از کی اجازه بگیرن باید دولت اجازه بگیرن اجازه رو باید از دولت ها بگیرن برن اونجا چه بخوان سرویس بدن حالا اگر جنگ باشه مثلا به اونایی که مخالف دولتن چه اینور باید اجازه رو از دولت بگیرن اگه قرار باشه برن جایی که مثلا شورشی ها هستن یا چیزن باز با اونها هم تماس میگیرن از اونها هم مجوز میگیرن به خاطر اینکه توی اینجور فعالیت ها حفظ جان اون افرادی که دارن میرن اون خدمات رو ارائه بدن همیشه اولویت اوله برای همین تا اینها مطمئن نباشن که یک حد اقل های سکیوریتی وجود داره نمیرن اونجا مجوز از آره ما مثلا هر کشوری میخواستیم بریم باید میرفتیم ویزا میگرفتیم نامه موافقت اون کشور رو اینا رو میدادیم معمولا توی یه سری کشورهایی که خیلی زیاد فعالیت داره مثل اونجاها اونجا معمولا یه هدکوارچری داره یه پایگاهی داره ولی کن خیلی جاهام نه ممکنه نباشه از اول میره ایجاد میکنه ولی خب یه چیز خیلی مهم اینه که پزشکان بدون مرز عملا حالا درسته که یک سازمان بین المللیه ولی پنج تا اپریشنال سنتر مجزا هستند که با هم کار میکنن و داستانش هم جالب اینا اون اول که شروع شد اول این ها رو انداختن بعد یه سری بلژیکی اومدن رو انداختن بعد یه سری 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 اینو دعواشون هم میشد حتی بعد, بعد برای اینکه بتونن اینو خوب فرم بدن اومدن یک اینترنشنال مدیسن سرفرانتی درست کردن که یه مجمعی داره که نماینده همه ای این پنج تا هستن و این پنج تا بروکسل پاریس آمستردام بارسلوناس و سوئیس و جالبه که نه همه اروپایی هستند یعنی تو مثلا کشور مثلا چم اندونزی همچین مؤسسه ای داره که تو دنیا مثلا بفرسته حتما دارن کشور دیگه مثل ببین خب ما این پنج تا سنتر دفاتری توی کشورهای مختلف داریم مثلا دفتر جنوب شرق و آسیا توی هند بود الان ظاهرا منتقل شده سریلانکا اینا هستن که وابسته به اینا ولی خب هر کشوری یه های محلی داره اینکه اینجوری گسترده باشن من ندیدم جاهای دیگه به جز کشورهای غربی حالا جای دیگه اونجا مست... نه پنج تا صرفا ام. ولی خب پول میخواد این کارا ام. که غربی ها پول دارن و یه نکته خیلی مهم MSF بیش از یادم نیست 90 درصد یا 98 درصد بودجش از دونورهای خصوصیه یا یعنی خیلی از سازمان های NGO بودجه از سازمان ملل میگیرن ام. ولی MSF یه چیزش یه نکته خیلی مهمش اینه که بیش از 90 یا 98 درصد دقیقه شدم نیست دلار خصوصی آدما همین 5 دلار در دلارایی که میدن میشه بود جایی که این سازمان میاد مصرف میکنه این و برای دیگه فکر کنم دلیل که شاید یه سری انجیوی که دیگه تو کشورایی که خیلی استبدادی تر اینا دیدی که دولت مثل ها میشه به ها شک من خیلی سخت در اصلا یه علت این که میخوان از دولت ها پول نگیرن و خصوصی باشه همینه که هی نتونن بگن آقا این از فلان دولت هم پول گرفت جاسوس ایناست این از اونها هم پول برای همینه سعی میکنن دورهای خصوصی داشته و یه ب... یه مسئله که پیش میاد توی دنیای خیلیه توی دنیای اینجور خدمات تازگی میاد که با تئوری توته و چرت اینا خیلی عدم اعتماد توی دنیا نه به این چیزا به همه چیز خیلی زیاد شده و اه... چون خب کفایتی خب یو درسته که نیتش خوب و فلان و باید در در عمل خیلی جاها خیلی به نظر من به اون اندازه‌ای که شاید بتونه اصلا توانایی نداره اصلا به خاطر آره. هرج و مرج سیاسی که در روابط بین وجود داره و می خیلی خیلی اجرا کردن خیلی از همون اون پالیسی هایی که میخوان پیاده آره. کنن سخته یعنی گفتن حرفش راحت آقا ما تحریم میکنیم این حرکت رو ولی در جواب عمل چه, چه چه, چه, چه،, کار واقعی میشه کرد خیلی آه. پیچیده است و خب این فکر این 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 گروه ها فکر میکنم یه حالت مکملی برای یو ان یا کلا یادمون نیت چون اون تنهایی نمیتونه خیلی از این کارا بکنه آخ آره عملا همینه خیلی جاها بار رو دوش میکشیم ولی خب یه معدود جایی هم هست که حالا حمایت های اونا هم استفاده میکنیم دیگه مثلا من سودان جنوبی که رفتم یه ای بود به اسم بنتیو که نزدیک مرز سودان جنوبی و سودان بود محلی بود که قبلا جنگ داخلی بود بعد از استقلال سودان هم دوباره توی سودان جنوبی جنگ داخلی داشتن و یک کمپی بود که نزدیک 120 هزار نفر توش زندگی میکردن و ما تنها بیمارستان اونجا بودیم منطقه خب ما عملا بیمارستانمون توی کمپ سازمان ملل بود که از معدود جاهایی بود که این چون معمولا اونم به خاطر اینکه ما سکیوریتی نیاز داشتیم و اونجا خب سازمان ملل مثلا من اون موقع یادم یه تیپ از غنا بود یه تیپ از پاکستان بود یه تیپ از مغولستان بود اینا حفاظت اون منطقه رو داشتن یا یعنی اینکه با برای پرواز از پایتختشون تا اونجا حدود 700 کیلومتر راه بود از هواپیماهای سازمان ملل استفاده میکردیم جایی هستش که فقط شما برین سازمان به نیاد یا برعکس آره خیلی جا هست که البته خب ببین سازمان ملل یه چیزی هست که حضور همه جا تقریبا داره اون نوع خدماتی که ارائه میدن فرق میکنه دیگه مثلا ممکنه یه جای خدمات درمانی ندن ما میریم میدیم البته تنها ام هم نیست خیلی خیلی های دیگه یه هستن یه خیلی بزرگ نروژی نروژیان ریفیوجی کانسل اگه کلمی دانش ریفیجی کانسل هست اینا هم خیلی مثل MSF این بر, اون بر ام. چیز میکنن ولی خب باز یه سری هم هستن که شاکی هن. مثلا اینو من خیلی به وضوح توی یونانیا دیدم که فکر میکنن که علت این که حالا اینا با قایق ملت دیدی از مدیترانه میان رد بشن ام. توی یونان گیر میافتن میرسن اینا اینا فکر میکنن یه جزیره یه اسم جزیره یادم نیست یه کمپ بزرگیه اینا اونجا و اینا فکر میکنن علت این که این همه پناهنده میاد اینه که این سازمان های حقوق بشری به اینا خدمات میدن اینا میان اصلا فکر نمیکنن که ما اینجاییم چون اینا میان <متحد> ما نیومدیم اینجا هتل بزنیم بگیم بیاید که و جالبه که آدمای دست راستی هم از این بهانه استفاده میکنن که این مجموعه ها مثلا اینا همین تئوری توتال چون اینا دارن کمک میکنن که یه سری پناچو بیان دقیقا. و این میفته تو بازی سیاسی و از تو بازی سیاسی میفته آدم یه دونه ساوند بایت میشنوه و, و دیگه کل و نتیجه گیری شد تمام یعنی هیچ خوبیای اون اون مؤسسه رو یه چیزی میبینه که فکر همینجوری مثلا ما کشتی داریم که توی مدیترانه راه میفته قایقایی که غرق شدن آدما رو میگیره از آب الان اینو خوابوندن توی ایتالیا نمیذارن بره خب این که در واقع کشتی که نمیره مهاجرا رو برداره بیاره این داره آدما رو سیف کنه همش شده بازی سیاسی دیگه یا توی م. یونان اون جزیره که اسمش هم حالا یادم نیست اصلا توصیه اکید میشه بچه ها که هیچ جا نگید ما MSF کار میکنیم یا لباسی که نشون دهنده این باشه که شما اف کار میکنید نپوشید چون ممکنه ام. که مردم معلی حمله کنن بهتون شو. یا توی خیلی از جاهایی که میرفتیم به خاطر اینکه که ایمن نبود اجازه نداشتیم که تنها مثلا بدیم ام. با حتما با راننده ای MSF میرفتیم یا با تیم MSF میرفتیم یا دو سه نفری میرفتیم مثلا همونجا اگر صبح میخواست کسی بره بدوه باید حتما دو نفری میرفت یه نفری اجازه نداشتیم بریم با اینکه تو کمپ سازمان مللم بود این چیزا هم داره دیگه الان دیگه چند تا تجربه بیشتر شده وقتی داستانش قبلا خب یه پزشک تو توی در سطح خیلی اون چی میگن اون روند معمولی رو داشتی بعد خب دکتران بدون مرز خب یه درای جدیدی واسه وقتی به کشورهای حالا جهان سوم یا جنگ دیده یا در در حال توسعه یا خیلی سخت وقتی به اونا سر میزنی میخوام بدونم تو این چند ساله تو همه این کشورهایی که بودی اولا که معمولا چه جو خدمات خود شما میدیم مثلا از تو جراحی پیچیده هستش یا نه بیشتر خیلی خدمات اولیه فرسید ساده است یا اون اون پیچیدگی های اونجوری وجود یعنی سوال اولم هم در مورد همین این بعد در ادامه‌اشم در مورد همین امنیت و سختی و عجیب بودن محیطایی که توش بودیم و چیزایی که دیل می‌کردیم باز ببین خدمات بستگی داره که چه سرویسی داریم اگر بیمارستان داشته باشیم معمولا جراح هم داریم کنارش حالا همه جا نه ولی خب توی سودان جنوبی داشتیم هر دو یه بار جراح اطفال می اومد از همونجا امکانات پیچیده نداشتیم فقط کارهای اورژانسی اولیه انجام میدادیم معمولا یا اینکه جراحی ارتوپدی و اینها اه ولی اه بعضی جاها بود که هیچ نداشتیم ولی یه خدمتی که همه جا MSF انجام میده سخت جنینه ما اصلا جوین که میشیم به MSF یکی از اصول چارتر MSF که باید امضا بکنیم اینه که هیچ مشکلی با این ندارم و این خدمات رو ارائه میدم به هر کسی که بخواد به صورت سیف پس همین این آدم های مذهبی خیلی فکر نمی بیان ساین آف خ... دقیقا همون مثلا یکی خیلی باور مذهبی داشته باشه ممکن نیاد و اینکه ما همه جا هر جایی که MSF واحد سلامت جنسی داشته باشه خدمات سق ارائه میشه منتها اینا رو معمولا مثلا فرض کن ما توی افغانستان باشیم یا توی همون سودان جنوبی یا جاهای مختلف اینجا اه 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 پالیسی MSF اینه که این کار رو حتما باید پرسنل که خارجی هستن انجام بدن به خاطر اینکه هر جا ما میریم ده درصد پرسنل فقط خارجی هن نبد درصد ما از محلی‌ها استفاده میکنیم و این برای اینکه برای اون محلی مشکل یه وقت بعدا پیش نیارم خدمات سق جز خدمات ثابتشه و بقیه خدمات رو در روان خیلی داریم ام. کلی روانشناس داریم که اونجا مشاوره میدن معمولا خدمات روان پزشکی هم حتی ما ارائه میدیم بعضی جاهامون بخش برای مریضای روان پزشکی داشتیم ببین هر خدمتی که فکر کنی یک نظام سلامت با ارائه بده ارائه میدیم حتی خدمات پیشگیری مثلا تو سودان جنوبی سمپاشی سالانه اون باطلاقا اون جایی که مرکز پشه بود همه با ما بود به خاطر اینکه پیشگیری کنیم از مالاریا هر شب مالاریا هم اونجا گرفته گرفتی آره با تازه داروی پیشگیری هم باید هر روز میخوردیم و میخوردیم و آخرش هم گرفت با... آره بعد درد داشت نه ببین مال من خیلی شدید نشد چون پیشگیری و اینا می‌خوردم ولی بیشتر تب و لرز بود دیگه تب و اذیت می‌کرد خیلی آه، بعد آه، آره اینجور خدمات میده قسمت دوم چیزم... دوم بعد میخوام که از دازه امنیتی و اینا آه. وقتی که تو این جاهای مختلفی که بودی چیزایی که مشابه بود یا فرق داشتن حالا هر، تو هر عرصه ای. برام خیلی جالب بود که چیزی که همیشه ببین خیلی بستگی داره به کانتکست جایی که میری مثلا اول که ما هر جایی که میریم یه دونه چیز داریم توی اون محله اسکانمون یه پناهگاه داریم که اگر درگیری بشه چیزی میریم لاکداون میکنیم توی پناهگاه خودمون تو پناکا هم برای چند روز غذا آب همه چی هست اه. که جدا از اون غذا آب اصلی مونه مثلا میبینی که توی سودان جنوبی پناهگاهمون یه جایی بود که با و شنوماسه درست کرده بودن توی اوکراین میرفتیم توی بانکر توی بنگلادش باز همون اتاقی که همون ساختمونی که بودیم طبقه همکفش رو سیل کرده بودن یه قسمت و خیلی بستگی به فضاش داره پروتکل امنیتی همیشه داریم قبل از اینکه بریم باید پروتکل امنیتی اون منطقه رو بهمون میدن میخونیم اونجا میریم باید رعایت بکنیم همه یه چیزهای امنیتی رو امسف خیلی هم نسبت به سازمان های دیگه سخت مثلا یه سری جاها میرفتی میری میبینی که بچه های دیگه راحت میان ولی امسف نمیذاشت بچه های ما تنها برن <تصفح> به خاطر امنیت بعدش هم دیگه خب یه مقدار خطرات حالا راه و اینجور چیزها هم بود دیگه حالا ما یا با این هواپیمای تک نفره این برون بر, بر میرفتیم یا تک موتوره یا با همین هواپیمای سازمان ملل فرودگاه ها که اصلا زمین خاکی بود فرودگاه نبود در واقع ایر استرایک بود بعد یعنی بعد این خب فرق و تشابهاتشون چی بود یعنی مثلا هر جایی که میرفتی خب تو داری آدم هایی به آدمایی که بهشون یه خوشونت یا آزار یا اتفاقی افتاد داری کمک میکنید دیگه آه. داری درمان میرسونید اه به خودم بستگی به مثلا فرهنگ، مذهب، جغرافیایی آدما و خودشون یا اصلا خودتو وقتی که این شدت آدم درد و رنجیده می‌بینی، تو چجوری با این دیل می‌کنی با این موضوع؟ یعنی میگن خیلی آدما تو این فیلد کام که خیلی دیسنسیتایز میشن. تو جو همه جو مرگ و خون و فلان و چیز می‌بینن. نه دیسنسیتایز که آدم نمیشه من همون ماهای اولی که سودان جنوبی بودم هر شب گریه می‌کردم. به خاطر اینکه یه مریضایی رو از دست میدادیم که حتی مثلا من تو سراوان که بودم با اون امکانات کم به راحتی نگهشون میداشتیم من تا اینجا هیچی نداشتیم هیچی نداشتیم با دست خالی باید اینا رو نگه میداشتیم بعد خب از دست میرفتن خیلی سخت بود تراپی ها رو زیاد کردیم خود مثلا سایکو سایکوسوشال داره که هر 24 ساعت همیشه در بله میتونید تماس بگیرید همکارا خیلی ساپورتیو بودن یعنی واقعا ساپورت میکنن هم اغلب هوای همو دارن میان میشینن کنارت اگر حرفی بخوای بزنی خیلی از این لحاظ خیلی خوبه ولی کن مثلا مردم اغلب برخوردشون بر خوب بود خیلی منطور نوعش فرق میکرد دیگه مثلا توی سودان جنوبی برخوردی که مردم داشتن با برخوردی که توی بنگلادش داشتم و برخوردی که توی اوکراین داشتم فرق میکرد کاملا به خاطر اینکه شرایطشون هم فرق میکرد یا حتی نوع چیز امنیتی یا نوع و حلی هم که ما زندگی میکردیم فرق میکرد مثلا توی سودان جنوبی ما توی چادر زندگی میکردیم یا توی یک سری کلبه های خیلی اولیه آب گرم نداشتیم دستشویی که آب داشته باشه نداشتیم مثل اون دستشوی های قدیمی ایران بود یه گودال بود عملا اونجوری میرفتیم دستشوی هموم اینا فکر کن نه ماه اونجوری زندگی میکردی بعد مار داشتی انواع حشرات داشتی اجدای کومودو داشتیم همه چی داشتیم اونجا بعد ولی اوکراین مثلا ما تو هتل زندگی میکردیم بعد گوگل مپ هم برامون نمیدونم هیچ افسونه ای به گوگل ارت اضافه میشه که مثلا کلی چیزای سکیوریتی هر جای کشور که بانکر بود اگه آژیر میکشیدن ما میدونستی نگاه میکردی الان نزدیکترین بانکر کجاست میدویدی میرفتی میدونی این خیلی بستگی به کانتکستش هم داره که اونجا چه جوریه تو چه برای تو موقعیت بود که مثلا همون لحظه اوکراین جای بمب زدن و همون لحظه مثلا برسی سر حادثه و ببین اه، توی اوکراین ما اه، بجز اون واحدایی که توی اون شهرهای خارکیف و اینا اون موقع درگیری بود بودن بقیه جاها بیشتر خدمات یکی پشتیبانی میدادیم منتال هلت و آموزش ام. خیلی درگیر مستقیم چیز نمی شدیم خیلی درگیر مستقیم جنگ نمی شدیم ولی آره من ما می رفتیم مثلا من یکی از کارام علاوه بر آموزش این بود که میرفتم بیمارستان ها رو ارزیابی میکردم ببینیم چی نیاز داره براشون میگرفتیم مثلا سی تی اسکن چه میدونم دستگاه استرزایزر تا همه چی یه بار یه شهری که رفته بودم بازدیدش دقیقا داشت می اومدیم که بریم یه کلینیک به فاصله چند صد متری ما زدن که کلی هم زن و بچه کشته شدن یا اینکه یه بار دیگه داشتم از یه شهر دیگه برمیگشتیم اون شهری که پایگاهمون بود دقیقا یه موشک خورد شاید دو سه کیلومتری ما که یه عکسش هم من گذاشته بودم توییتر یا یه بار اون روزای اول که رسیدم یه حمله هوایی بود که هواپیماها انقدر پایین پرواز میکردن که من به جورت میتونم بگم انگار خلبانش رو میدیدی یه بار یه تجربه اینجوری من بچگیم داشتم ما بچگی اردکان زندگی میکردیم اردکان حمله هوایی اینا نبود ولی خانواده پدریم چون عراقی بودن تا به سونا میومدیم عراق یه بار همچ... دقیقا عین این تو عراق اتفاق افتاد این هواپیمای عراقی اومده بودن پایین که همینجوری میدیدم بعد من این دقیقه منو برد همونجا پنیک زدم تنها بودم تو اتاق قشن همینجوری قفل شدم اصلا خیلی تجربه بدی بود بدترین این تجربه بود که من داشتم چه؟ و گفتی تویتر تو تو هندل تویتر تو بگو راستی قراشی چیه؟ قراشی Q O R A S H I Q O R A S H I, -I. بریم خلاصه تو تویتر هم اونجا هم تو خود دنیایی داری دا اونجا اونجا برای خود تا هم برای تویتری آره بعدش آره این اوکراین این چیزش خیلی بد بود ولی خیلی آدم های خوبی بودن خیلی این لباس هم مموریت هم تموم شد اونا به دادن لباس محلی اوکراینی این منظر من باید کتاب بنویسی از همه این داستان و اتفاق بعضی وقتا بهش فکر میکنم ولی خب حالا فعلا یه کتاب ترجمه کردم من بعد از بنگلادش سودان جنوبی که بودم کمردرد بعدی گرفتم رفتیم اینجا که امارای و اینا نبوده ازام کردن رفتیم پای تخت سی تی اسکن بود امارای نداشتن تو سی تی اسکن گفتن دو تا دیسک پاره شده و خلاصا آقا ما دقیقا یه هفته بود معمولیت هم تموم شد ما رو برگردوندن رفتیم تورنتو و اونجا یه مقداری درمان و فیزیوتراپی و اینجور چیز میزاد تا معمولیت اوکران هم خوب بود معمولیت بنگلادش دوباره این داشت آخراش تکرار میشد دیگه اومدم استانبول و یه سری دکتر مکتر یه سری کارهای دیگه هم رش داشتیم رفتیم و خلاصه یه بیماری دیگه هم این وسط ها در اومد و به خاطر اون دیگه اون چیز سلامت رو نمیتونستم بگیرم به خاطر هم کمر درده هم اون مشکلی که نیاز به درمان طولانی مدت داشتینا برای همین دیدم خب دیگه اونجا نمیتونم برم بهشم کتاب ترجمه کنم <تصفح> یه کتابی بود که من سال 2017 خونده بودم خودم تاریخ اسرائیل بود و خیلی چیزهایی که توی این کتاب خوندم اصلا میدیدم که با اون چیزهایی که به ما گفتن از اول متفاوته یه جور دیگه روایت بعد هی تحقیق کردم این برمار دیدم نه واقعا خیلی هاشم درسته و این کتاب یک تاریخ اسرائیل بود از یک مورخ در واقع یهودی <applause> که سعی کرده بیطرف باشه برعکس این چیزهایی که ما داریم همه چیز میکنه خیلی فکر کردم اون موقع که کاش همچین ترجمه ای داشت این کتاب و اینا بعد که نشستم خونه نشین شدم سرچ کردم دیدم نه هر کسی اینو ترجمه ای نکرده و قاعدتا هم تو ایران نباد اجازه بده همچین چیزی منتشر بشه نشستم اینو ترجمه کردم و الان هم شالای دو سه هفته دیگه میاد بیرون چه خوب. آره دو سه هفته دیگه میاد بیرون و اگه بخواید چند تا از میسکانسپشن های تاریخی در مورد اسرائیل بگی مثلا هایلایت کنیم که فکر بگوید چی چه نقطه خیلی مهمه که آدم ها شاید کمتر برن یا بدونن مهمتره مثلا چیزش اینه که همیشه برای ما تبلیغ شده بود که آمریکا و انگلیس و نمیدونم ف... غرب همه از اول پشت اسرائیل بودن ولی وقتی میبینی میری تاریخ رو میخونی میبینی استقلال اسرائیل اسرائیل اصلا داشت با انگلیس میجنگید که مستقل بشه و بعد حتی برای اینکه اون رأی موافق سازمان ملل رو توی آمریکا بگیره چقدر مکافات کشیدن وزارت خارجه آمریکا سیایی اینا همه مخالف بودن خیلی چیزای مشابه این میبینی یا مثلا خیلی از چیزایی که به عنوان فرض کو مثلا این جنایت و فلان سهیونیست ها کردن مثلا بعد میری کتاب میخونی میبینی که یه همچین اتفاقی افتاده ولی مثلا این یک اتفاق سیستماتیک نبوده یه چهار نفر خودشون پا شدن یه همچین کاری کردن که بعدا دنبالش هم گرفته شده مثلا دادگاهی هم شدن این میدونی خیلی با اون چیزی که توی کله ما کردن فرق داره و یه قبلش میاد یه پیشینه هم از اینا میده که اصلا چرا اینا میگن این اینجا ج... جای ماست ما اینجا بودیم تبعید شدیم میدونی اینو هیچ وقت نیومدن برای ما بگن که آقا چرا اصلا یهودی ها میگن ما اینجا سرزمینمونه و تبعید شدیم خب همه اینا رو میخونی توی این کتاب و دید آدم رو باز میکنه قرار نیست آدم هر چیزی که میخونه همونو بپذیره ولی خیلی خوبه در کنار چیزایی که میخونه یه روایت متفاوت هم بخونه این روایت متفاوت رو تو این زمینه ما برای اولین بار ترجمه کردم و دیگه میاد بیرون یه گوفانمی هم داره برید کمکش آره لینکش توی تویتر, از تویتر من من هست آره خیلی هم خوب میخوام برین سر بحث استانبول و زندگی موف <تصفح> کردم به اینجا و میگم شهر خیلی خفن و باحال و جالبیه ولی از طرف خب تو میبینی که اردوغان هم یه ذره داره سعی میکنه کار خودش رو بکنه و البته خیلی خیلی راست هیچ مطالعه ندارم من فقط نقل قول کنم چند نفری که تو خیابون باشون برای من هیچ حرف منو در مورد تاریخ و فرنگاسی و اینجا می در حد همین چیزای اصلی آتاتورکی بود و دولت میدونی امپراتوری عثمانی و در در حد خیلی ساعتی چیزای بلدم ولی به غیر از اصلا بحث سیجی از از فرهنگی از از زندگی و نزدیک بودنش به ایران و اینکه به جاهای دیگه براتون نزدیک تر بود اصلا کلا وای به اینجا رو چقدر دوست داری اصلا کلا چقدر با, 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 با این شهر حال ببین استانبول واقعا به نظرم یکی از بهترین شهرهای دنیاست من همیشه میگم من اگه یه درآمد دلاری ثابتی داشتم میدونستم ما یه انقدر ثابت دارم میومدم استانبول میموندم همیشه خیلی فرهنگ گرم داره مثل ایران خیلی خونگرمن بعد همین که میبینن مثلا یه دو کلمه تلاش کردی که داری ترکی صحبت بکنی ولی بلد نیستی دو کلمه هم بیشتر نیست همینقدر تحویلت میگیرن خوشحال میشن از اینکه میخوای نزدیک بشی به فرهنگشون هر جا میری اس میشینی با آدم گپ میزنی وای به خیلی خوب شهر زنده است تو دو ساعت دوی صبح هم اینجا بری بیرون سه صبح هم بری بیرون یه کافهی پیدا میکنی که بشینی یه جایی پیدا میکنی که حال کنی مخصوصا آخر هفته ها میریین خیابونی اینا خیلی عالیه آه بعد آه فقط یه چیزی که این وسط اومد و خیلی شرایطو بد کرد این اتفاقی بود که بر اقتصادشون افتاد دیگه یعنی من از من بیش از دو سال نز... دو سال و نیمه که استانبول هستم قیمت ها توی یک سری چیزا بیش از ده برابر شده چهت. من قشن یادم سال مثلا بیس... بیس و یک فرض کن یه دونه ساندیویچ رپ رپ چی میگن دونر دونر میگرفتی 15 تا 20 لیر الان اینجا اینو مثلا باید 300 لیر بگیری خیلی یا اجار خونه الان نسبت به اون سالی که من گرفتم اجارم تقریبا چهار برابر شده چه؟ تو دو سال من نمیدونم نخوندم نمیدونم چی شد که اقتصاد و ببین الان دقیقا توی شده. یک سری چیزا توی استانبول حالا ما شهرهای کوچیک‌تر یا حتی استانبول هم بعضی محله قیمتها خیلی پایین تر ولی بعد م... به طور کلی استانبول الان خزینش یوروییه یعنی هر چی میخوای بگیری ولی درآمد یورویی نیست درآمد یورویی نیست دیگه آه. دقیقا همه چی عین اروپا شده قیمت ها. غذا عین اروپا شده خونه عین اروپا شده همه چو چیز شده ولی در البته بگم آه. حالا دولتشون هم حقوقا رو که زیاد کرد مثل ایران نبود که تورم صد و چند درصدی داریم حقوق ده درصد اضافه میکنن مثلا اول پای حقوق نزدیک سه هزار لیر بود الان پای حقوق هیجده لیره یعنی توی دو سال حقوقاشون هم نزدیک 6 برابر کرده سعی کرده متناسب با تورم اینو بالا ببره هر هرچند حالا برای خیلی ها کار نمیکنه ولی خب به هر حال یه سری کارهایی که کرده که هنوز یه سری طرف داره داشتی از بانک هم میگفتی اون درصد بانک و اینا که 50 درصد شده به خاطر تورم اول 20 درصد بود گفتن این بده دنش... آره این در واقع شروع کرد درصد سود و پایین آوردن هی اقتصاددانا گفتن نکن نکن تورم میشه گوش نداد اوور تا 15 درصد رسوند بعد تورم که اینجوری شد الان سود بانکی رو بردن روز شمار الان بعضی از بانک ها 47 درصد سود میدن یعنی خیلی آره. به سپرده لیری البته من یاد این چیز موقعی که ایران سود خوب میداد آره بانک مثلا 20 درصد در داشتم چقدر بود من یادم خیلی کانادا میکردم پول داشتم تو بانک ایران آره و بعد با اون پول زندگی میکردن و تا تا اینکه ریالم به گاه رفت و دقیقاً آره, آره. آره. <تصفح> <تصفح> الان هم اینجا کسی مثلا بخواد لیری بذاره سود خوبی میدن فقط باید حواسش باشه دیگه دید داره مثل ونزوئلا درجا باید تبدیل کنه و <تصفح> بیشتر اقتصاد اینجا کنم بر پایه توریسم دیگه نه یا چیز صنعتی های... ما میبینیم از نظر صنعتی خیلی پیشرفته است مثلا لباس و نساجی اه... خیلی... لباس و نساجیش اوکراین که بودم خیلی جالب بود برام کلی از برندهای ترک اونجا شعبه داشتن توی شهرهای مختلف اه. مثلا انگلیش هوم من اونجا دیدم یه اپراتور بزرگ موبایلشون که ترکسل بود کلی تبلیغ همین پهپادای ترکیه که توی جنگ اوکراین استفاده میکنه به در و دیوار همه جا زده بودن این شرکت های ترک مثلا یه بانک تب هست اینجا ترکیه اکنومی بانکاسی اونجا شعبه داشت بعد توی خیلی جاهای دیگه به خصوص اروپای شرقی اینا دیدم یا مثلا انگلیس لندن دیدم این گتیر اینا که اینجا دارن ما اردر میدیم اونجا هم داشت ام. یعنی من با همین گتیر اینجا هم اونجا اردر دادم خیلی جالب بود که ترکیه اینجوری داره چیز میکنه یا حتی یه شرکت نرم افزاری بازی درست کرده از این بازیایی که مک میکنن توی ترکیه سال گذشته نزدیک نمیدونم 90 و چند میلیون دلار همون بازی درآمد داشته خیلی داره تو این زمینه ها بعد سوالم اینه که از چند بچه هم پرسیدم برام نیادم اصلا خور میشه وقتی که این حالت نیمچه مدرن حالا میدونم خیلی هم ناز ایو ایراد دارن این کشور ترکیه و کشور دوربر خلیج فارس ولی همه اینا یه نوع پیشرفتی کردن بالاخره چون آخون ندارن همین میخوام بگم که یعنی میخوام فرق یعنی ای ایران چرا اینقدر یعنی یه سری میگن آقا تقصیر تحریمه آخون که. نه آخوند ولی همه اختلاس یه سری میگن تقصیر نمیدونن کوه 1953 یه سری هم میگن آقا فورا هم تقصیر آخونده اصلا تو ببین نگاه کن ایران سیر قه قرار رفتنش از دوره صفویه به بعد بود دیگه تا قبلش خوب بود دیگه سیر قه قرار رفتنش از دوره صفویه به بعد بود از اون موقع هم بود که آخوند افسار حکومت ها رو گرفت دستش دیگه یعنی از وقتی آخوند پاشو گذاشت همه چی به گاره چه سرنوشت تلخی واقعا واقعا گیر اینا افتادیم واقعا اصلا آدم میمونه بعد ببین مثلا تو اوکراین جورت نمیکردم بگم ایرانیم بخاطر به خاطر اینکه خب داری به اونا درون, میدی دارن اینا رو میکشم من چی بگم من بعضی وقتا مثلا چیز میکردم یه بار یه باری بودیم طرف اومد سر صحبت باز کنه آره اسمت چیه من گفتم خدا یاسر هم حالا همچین چه اسم جالبی نیست میگی معلوم عرب ایرانی چیزی گفتم یوسی <تصوت> آره. بعد طرف گفت ای اسرائیلی هستی حالا گفتم آره اسرائیلی دیگه خلاص شانس بردم طرف عبری بلد نبود آخه یه بار یه تورنتو یه سا... چیزی دارم یه خاطره ای دارم داشتم با یه دوستم که یهودیه راه می‌رفتیم سام اه... ا... چیز مثلا خیلی با حرارت داشت برای من یه چیز تعریف میکرد یه ها یه دونه از این بی خانمانایی که سیاه پوستم بود اومد و گیر داد که چیزی میخواست بعد سام به من گفت که بابا من هر جا اینا بیم گیر میدم من میگم که بلد نیستم صحبت کنم اما انگلیسی نیفهمم رد میشم اینجا آقا گفت من بلد نیستم صحبت کنم و یارو گفت مثلا کجایی اینا اینا مثلا در حد دست شما گفت هیبرو اسرائیل آقا یارو شروع کرد ابری حرف زدن نه با بعد سام میگو یعنی تو عمرم فکر نمی کردم که این آدم دیگه شروع کنه ابری حرف حالا آیا اونجا شما شانس طرف ابری شروع نکرد صحبت کردم ما. ولی آره دیگه خیلی عجیبه چون مثلا تو حساب کنه ایران با تمام نفت و منابع طبیعی و صنعت ها و فلان چقدر این کشور پیشرفته باشه که چقدر میتونست این کشور آباد و آزاد ببین و... مسئله همش این دزدی دیگه من یه چیزی که توجه هم جلب کرد حضور چینه توی آفریقا و خیلی جاهای دیگه حالا یه سری میگن اینم یه فرمی از استعمار و فلان و بهمان و اینا کار ندارم ولی تو میای میبینی اوکی چین اومده مجوز چه میدونم استخراج نفت گرفته توی سودان جنوبی از اون ور اومده یه بیمارستان مدرن اونجا ساخته از اون ور بندراشون رو داره تجهیز میکنه از اون داره اقتصادشون رو میاره بالا اینا دارن همه چی رو باجی به چین و روسیه میدن یا هیچی نمیگیرن فقط حفظ میکنن که بعیده ولی هرچی میگیرن میره تو جیب خودشون مثلا این دزدی و زیاده خواهی آخونده یه بای دوستم که کار ملکی اونو بود که, قبضی که از ایران فرق ولی یه خیلی هم ماده موفقی بود و و از اینا که توی برج میفروختن تو دوبه یا اینا میگفت یه روز یه نماینده از دفتر آقا میاد مثلا دفتر اینا یا کی بوده نماینده مثلا درجه چند من هم مثلا خیلی مستقیم مثل اینکه میگو آیا داری مثلا آپارتم میفروشی تو دبی و فلان اینا اصلا مجوزش داره اصلا همچین چیزی اصلا میشه که خاصه گیر بده گفت آ حالا ما دهن شما که که یه واحد میدیم آخرش نه. این چیزی که میخواست این بود دیگه اینقدر عادی آدم نمیشناسی واحد میشه توی دفترت آخرش چی نه نه یه واحد نه یه یه طبقه یا دو طبقه مجبور شد بهش بده بلکه بتونه ادامه بده به کارش مم. و یه فکر یه آدم قریبه یه روز بگه کارت علیکی مثلا نماینده فلان دفتر رهبر انقدر اونی که هیچ گویی نیست داره انقدر میخوره توی ناکجا آباد ببین اونا دیگه دارن چقدر میخوره دقیقاً یعنی اصلا سورئاله یعنی خودم دیگه دیدم دیگه یعنی انقدر باورت نمیشه یه سری این عدد و رقماشونو میبینی و میشنوی من نمیدونم یعنی یه سی آدم های احمقی هم حداقل برزامون میدونی قضیه فلان که با هر کی میخوان میدارن ترور میکنن چپ و, و فلان خیلی عجیبه دیگه و میگم خب فکر نمی کنم یعنی فکر اکثر آدم های ایران یعنی بالای 60 درصد واقعا بالای 70 درصد شد یعنی واقعا یه تغییر و, تغیر و تغیر. چیزی میخوان ببین میخوان منطقه اینقدر سرکوب شدیده که خب به هر حال عزیزترین چیزی که آدم داره جونشه دیگه و خب مردم حق دارن که بترسن و بخوان جونشون رو حفظ کنن و مواردی هم بوده مثل همین خیزش محسا که مردم جونشون هم گذاشتن اومدن کف خیابون مونتا انقدر اپوزیسیون خارج نشین افتضاح عمل کرده و گند زده که همه ناامید شدن و تا یه اپوزیسیون درست نباشه که نمیشه براندازی انجام داد هر کشور خارجی حمایت اگه بخواد بکنه اون اول فکر منافع خودشه میاد میبینه خب اینجا کیاس پیش بیاد چی به سر من میاد آیا کسی هست که بخواد جای اینا باشه که من بیام پشتش رو بگیرم هر روز اینا یه دعوا با این نامه بزنه اون نیاد اون نامه بزنه این نیاد این اون کنه اون آنفالو کنه به خدا دکترین فالو آن فالو دارن اینا به جای اینکه بشینن برنامه ریزی کنن خب مردم میبینن اینجوری میگن بر چی ما بی... بیایم خودمون رو بی... برای دولت دولتای یه... بزرگ دنیا رو به رسمیت اصلا دقیقا دقیقا به خاطر اینه که خودمون چیز نداریم دیگه سازماندهی درست نداشتن و نمیبینن کیا دوروبرشونن یه مش آویزون سپاه دوروبرشون جمع کردن

آره و میگم خب مسالمت آمیزترین راه از طریق رأی مثلا برای بهبود خب این که این که توی ایران, ایران نمیشه آره نه ولی دارم میگم که آدم باید همه راه های تا این مردم که همه راه رو را امتحان آره کردن دیگه ولی از این دنیا من همیشه بود از روز اول این من هیچ وقت واقعا اجازه نمیدم هیچ به هیچ انسانی بگم که چیکار کنه با جون خودش به خاطر اینکه من داخل من ایران, ایران من نیستم من من هیچ انسان دیگه ای در جایگاهی نیستم که به کسی که با جونش چیکار بکنه من خودم اصلا میگم من ترسو ترین آدم دنیا من خودم اگه ترسو نبودم تو نمی رفتم من نه جون کتک خوردن داشتم نه حالش داشتم برای همین شبی که صبحش قرار بود یه برنامه پیش بیاد در رفتم برای همین چه کاری آدم وقتی نیست خودش نه توی ش... اون شرایط تیم نه اون فشاری که رو آدمایی که اونجا هست رو مونه برای خودم ارده ناشتام آره نه این خیلی نامردیه من برای همین تو ایران هر که تر تصمیم بگیریه بگم اون, 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 اون تصمیم اون آدم بستگی به اون روزی خودش آه. و زندگی خودش داره یعنی اینکه این میگم این ما با اینو میگم به بحثی که مثلا تو آدم بکنم داره. این بحث تحمل بحث تالرنس که برمیگرده حالا یه جایی به نظرم ووکزم این قضیه رو چیز کرده اه، اه، چی میگن سرقت کرده آه. چون من فکر خیلی تعریف و که زم زیادی افراطی و غلط شده تو خیلی از گفتمانا موافقم چون بر پا... در پایه چیزی که مثلا میخواد مثلا اینه که آقا ما بتونیم تحمل تحمل بیشتر داشته باشیم به به همه آدما که توی اقلیت هم تو اکثر تو هر قش رو هر چیزی خب این دا... این آن پیپر چیز قشنگ خوبیه ولی اون از یه سمتی اگر تحمل نکنی تبدیل میشه یعنی اون در از آدمه که دارن هی اصرار میکنن که اگه تالرنت نباشی در رو صاف میکنه خدا اون اینا ببین با و با همون میاد آزادی بیان بقیه رو محدود میکنه یعنی میاد آزادی های بقیه رو محدود میکنه و به نظر من خط قرمز همه چی آزادیه اگر چیزی باشه که بخواد آزادی کسی رو محدود کنه هر جهت ولی آزادی در پرنده تا کجا تا آزادی این که آقا تا خوشونت تشویق کنه آزادی که تا ضد مثلا ضرب آزادی این که یکی دیگر تهدید کنه آنلاین آزادی این که مثلا مذهب کسی مسخره من یعنی میخوام یعنی خیلی چیزه ببین خب خیلی آره خیلی چیزه حالا اینو میشه تعریف های مختلفی برای یه سری ممکنه بگن که آزادی تا جاییه که ضرری به بقیه نرسونه اون کار میشه همچین تعریفی براش گذاشت خب ترویج خشونت ضرر میرسونه خب طبیعتا نباید کسی آزاد باشه که از پلتفرمی که ممکنه خیلی ها بشنون چیز بکنه من... هرچند من هنوز نمیدونم من واقعا شک دارم که آیا از پلتفرم خصوصی هم نباید مجوز داشته باشه طرف حرفی که میخواد بزنه درسته پلتفرمی که از پول مالیات دهنده هاست رو میفهمم ولی آره جواب سوال من نمیدونم چیه یعنی که مثلا ایلان ماسک تو توییتر سعی هدفش اینه که مثلا آزادی مطلق باشه مثلا ده... چیه مثلا اینه که حتی آدمایی که راجع به همچین چیزی بحث میکنن خودشون استاندارد دوگانه دارن این استاندارد دوگانه آدمو میندازه به شک مثلا آره من موافقم که نباید موافق بودم که نباید حرف ریسیستی زد اجازه داد کسی بزنه ولی کم میبینم اونایی که دارن توی اون اردوگاه اولترا بوک اینو چیز میکنن یه جوری خودشون علیه یه سری دیگه حرفایی میزنن و اون دیده نمیشه که خب میشه دابل استاندارد و این برای خیلی به نظرم مبحث پیچیده میره تو فلسفه و اینا آره اصلا میره تو یه بحث که, که نه من جوابشو دارم خیلی دیگه مردن هر که ادامه که جوابشو داره آره. فکر میکنم باید یه جایی که باید به یه توافق برسن یا یه, یه تفاهمی که ام... بیدید چون بعض اختا آدم هستن به یکی ازش که آگاهانه حرف احمقانه میزنه یکی ازش که ناگاهانه از روی نادانی یه حرف بعدی میزنه و اون با خاطر اون حرفش میتونه آدم اصلاح بشه میتونه آپگرید بشه میتونه یاد بگیره برای اینکه سرزنش بشه چون من آره. من یعنی میتونم به بگم سه میلیارد میتونم مثال بگم تو تاریخ زندگی توی بحث شروع با این کنی که فلان تو دهنت ننه بابات فلانن و فلان و فلان اون آدم دیگه اصلا میره تو گارد تو چجوری حالا میخوای آدمو قانع کنی دقیقاً تو چجوری میخوای آدمو اصلاح کنی اگه می اشتباهی کردی وقتی یه آدمی رو سرزنش بکنی دقیقا. و در اون قدم اول تو باختی چون دیگه رفته از اون ور میره افراطی تر هم میشه میگه با من اینجوری صحبت میکنی من اصلا بیشتر باور میکنم اون چرت و پرتایی که دارم برای همین یعنی تو این گفتمان میگم خود دیدی که دور برامون آقا کسی آلید. مثلا چه چپه چه راسته چه سلطنت طلبه چه اصلاح طلب چه نمیدونم فلان باشه هر چه تو تا من, من, تا حالا خیلی کم دیدم که آدم تو یه بحث توی توییتر توی 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 آخر اون رشته اون یکی رو قانع کرده باشه فقط فوشون هم فوشون هم فوشون تا بلاک یکی بزنه دقیقا. یعنی میخوام بدونم که یعنی اصلا این من برام از دنیای توییتر هم همش میترسم و اصلا خیلی فاصله میگیرم چون این عشقی که همه دارن برای که دیده بشن و میفهمن که از راه فوش دادن به کسی آه. اوتو گرفتن یا تیکه انداختن خیلی احتمالش بیشتره چون الگوریتم تشویق میکنه اینجور رفتار رو و یه بازی میشه برای آدما دیگه عادی میشه ریدن آه. به آدمای دیگه و یه چیزی که من بارها بارها گفتم که اینه که حرفای ما واقعا میتونه عواقب داشته باشه تو وقتی که میای تو ایران یا تویت علکی میزنی یا مسخری یا فلان که آرفلانی فلانی با اسرائیل کار میکنی تو روشاری یه هدف داری یه تارگت داری میذاری هر چقدر کانتکست توییت دروغ باشه واقعی باشه مسخره باشه جوک باشه ولی داری این شاید خود این ساعت چل کاراکتر تاثیری نداره به خودم به چش لمس کردم آه. که حرفای باش. احمقانه که آدم میزنن عواقبش میتونه به چی میتونه تبدیل بشه مثل همین دستای داستان خانواده ما و تمام مویزیسی ها یه آدم بیشوری که یه شعر و ویدیو میگه آنلاین توی یه بلاگی میتونیست توی با تویتر باشه فرقنده که تا امروز تو دادگاه اون تنها سندی باشه که کسی مثلا دایید. و اون تمام بیستس بوده از روی اقدا و حسادات و عصبانه چرتوپرتی نوشته و اون چرتوپرت تبدیل میشه میخوام بگم که اینی حرفای ما تو توییتر مگه مگه تو واقعیت ما یه سری حرفا رو آه. میزنیم با هم دیگه میدونی آدم میدار مراد بگه فکر میکنه حرفی دیگه ولی چون اصلا فکر نمی کنیم و به خصوص به عواقبش فکر نمی کنیم آه. هر چیزی راحت زرد 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 تویت دقیقاً اصلا این فکر نمیکنیم که این ممکنه این آدم زندگیش نابود بشه بخاطر این اصلا من کاری که حقش یا حقش نیست میفهمم می ولی دلوقتي. اینی که اصلا فکر نمیکنیم خیلی وقت و به حرفایی که میزنیم و خیلی ترسناک خلاص دیگه می, زن... می... مثل یه مین گذاری <تصفح> لند ماینه دیگه. می ماین دیگه میدونی ماین فیلد تو همش باید یه جوری مانوف بدی یه جوری حواست جمع کنی بری ولی خب دیگه بالاخره یه کاری هم کردی یا با شجاعتش رو داشته باشی که اگه اشتباه بوده بپذیری یا اینکه وایسی دیگه آره با من, من که خودم گوه زیاد زنم همه حرفام هم تو <applause> هیچ مشکلی هم ندارم دنبال همهشون هم حرف میزنم ولی فکر میکنم که اون مشکل من نیست مسئله اینه که اه، میدونی وقتی که سیستماتیک یه سری آدم ها تصمیم بگیرن یکی رو مثلا کنسل کنن <applause> واقعا من دیدم چند نفر با هم دیگه بسیج بشن بخوان یه کسی تخریب کنن خیلی راحت میتونن این کارو بکنن حالا چه تخریب میگم چه تخریب باشه بچه چه, با؟ چه با؟ حتی راحت عذرش رو بگیرن اصلا طرف مثال... مثال... بیاد ثابت کنه که کاری نکرده و دروغ بوده آبروش رفت اصلا, هم اصلاً هم مثال این مثال کوچولو میذارم این تا چه ساعتی چون من خیلی بدتر شدم مثلا من یه مهمونی که اصلا نمیشستم یه کسی بهش اتهام میزده که هیچ داستانی به من نرفت داره من نه هشتم نه, نه نه اول دوستانم نه آخر دوستانم یه دیگه با هم دعوا که آخرش من تقصیر من مثلا میشه <متصفح> مثلا یه ولی می‌خوام یه ساده برات بگم که همین هفته پیش سر کنسمن من اسامو کنسرت دارم هفته دیگه بریم بلیطاتون رو بخرید 29 آگست, تو همه این چند هفته پیش یکی اومد تویت زد آقا بیتو اینجا مثلا از اولش از 40 دلار بود 50 دلار 60 دلار دیگه گرون‌ترین و یه دونه وی آی پی بود 250 دلار که برای سه نفره پالاسی تیبل پلاس یه دونه بوتی من این اصلا من از این رو نچیدم اول از همه من تو زندگی تیبل نداشتم این اولین بار تو زندگی من که اصلا تیبل بود نمیم کاری که پروموتر رو میکنم آخر ترکیه برای اینکه پول سفر و تمام این تیم هم و اصلا ما اصلا این, این،, این،, تور راحت بگم من یک سنت هم سود نمیکنم یعنی تو به یر و یکی اومد یه توییت زد که آقا فلان فلان کینگرام کی تو دهنش نه کست خارش تو فکر کی 250 دلار بلیت کدام بده بعد اینکه دیگه ما توضیح که با این بلیت برای سه نفره برای یه نفر نیست بلیت برای سه نفره پلوس تیپ پلوس یه باتری که اون قیمت عجیب غریبی نیست در نهایت برای سه نفر پلوس, پلوس یه باتری او. پاست تیپ مثلا آخرش گفت آها آه. برای اون توییت فوشه اون دیگه اون و دیده شده ادمای دیگه گفتن آره بابا این آدم ببین چه جوریه و فلان داشت کی اینقدر پول میده بره مثلا مثلا اون منظورم که اون از این خیلی چه ساده است سا. آخه تو خواهم نیستش. از 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 مهم نیست اصلا چه مهمی نیست ولی دارم نشون میدم در واقعیت که یه توییت منفی احمقانه که دور غلط بوده چقدر تاثیر, تأثیر منفیش مثل یه دونه ریپلینگ افکت میتونه آه. میتونه باشه و اینه که میفهمم که آره برای اینکه من 13 تا لایک بگیرم به تخمم که یه زندگیش مثلا آبروش بگیر یا مثلا دهن حساب بشه من این 13 لایک آه. رو بگیرم سیو استار بشم این خیلی فاکتاپ این منتالیته مسخره است خیلی نمیدونم آنه تو این سوال نیستی فقط دارم قور میذارم بزنم قور <applause> تو <applause> بزن راحت باش راحت باش رو بگم من تو توییتر یه پوسکولفتی میخواد خلاصه فعالیت دقیقا کرده. توییتر بودن توییتری بودن پوسکولفتی میخواد و <applause> جب آدماش هم فرق, میکن. فرق میکنه فکر میکنه آدمایی که اونجا تا تو آدمه که تو اینستاگرام یا توی مثلا دیسکورد جنس آدم هم فرق, فرق داره. فرق میکنه حتی نسلشون هم شاید نمیدونم توییتر هم از همه اصلی هست ولی مثلا دیسکورد بیشتر بچه های جنزی هست آره بیشتر جوانتران و گیمر و فلان آره. و این چیزا آم... یادم دیسکورد هم یه چیز داشتی دیسکورد ما خیلی خفاده هم میمادی من با... نمی... نمی... اومدم ولی در جریمش بودم سه دوام همون آره با دهن هم ساشون با بینیم یعنی ایمش ایرانی هم بریزی توی اتاق تا آخر شب که کتای کاری نکنن شانس وردی. نه آره. تو واقعا همه اون اکیپا که دعوا میشد تو خیلی جالبه. اتفاقا تو یه مهمونی بودیم داشتیم درینک می‌خوردیم عمرن دعوا میشد و بازم این قضیه آنلاین بودن و راحت بودن آره. من بیکارم و بذار یه کرمی بریزم, بریزم و, بریزم و آره همه اون جمع اگه همه توی خونه داشتیم منو دوران داشتیم درینک رو می‌زدیم جوینت رو می‌زدیم همه داشتیم همه چی اشاره می‌کردیم آره از و واقعا شم اینا ها که بیشتر آدما حتی اون دیسکورد حتی هر کامیونیتی که دوباره مسیو بشه انقدر آدما به خاطر من عروسی کردن عاشق شدن سکس کردن پارتنر پیدا کردن یعنی واقعا به خدا دست خیلی آره دیگه این دو دور احمد تو دهن هم دیگه دیگه چی کار کنم دیگه دهن احمد تو احمد تو دیگه احمد دادیم ولی میگم دیگه توی این پروسه ای که آدم آنلاین برای خودش هم کنه پرسونا درست کنه و یه درآمدی هم داشته باشه برای من پادکست خیلی یه هیجانی داشته و تو چه فکر کردی خودت به اینکه مثلا یه،, یه همچین پروژه ای را بزنی چون میدونم الان خودت فکر هستی که شاید بخوای بری یه،, یه, کافه بزنی و, آره، آره. و, یه قدم جدید تو زندگی آره. تو که اصلا دور از پادکست که من یه پادکست چند سال پیش داشتم هفت اپیزود بیشتر ندادم بیرون درباره بیماری های بچه ها صحبت می‌کردم برای والدین بعد یک پادکست دیگه جدیدا شروع کردم یه اپیزود صفر ساختم حالا موضوع اینا رو نمیگم چیه ولی فرستادم برای یک دو جا ببینم اسپانسر میشن یا نه اگر اسپانسر بشن که از طریق اونا منتشرش کنم اگه نه خودم میدم بیرون این فکر میکنم پادکست جذابی باشه شنیده بشه حالا موضوعشو فعلا نمیگم ولی آره بعدشم گفتی ایده چیز ببین بعد از این مریضیه واقعا نشستم فکر کردم که آدم چقدر زنده است مگه و بعد من الان بچم چهارده سالش شده سالهاست دورم ازش به خاطر کارم به خاطر اینکه میخوام مثلا مدرک پزشکیم آپ دیت باشه که اون روزی که تونستم کانادا مچ بشم توی سیستمش مثلا چیز باشم بعد پیش خودم فکر کردم یه خودخواهیه که من برای اینکه دکتر باشم دارم بهترین روزایی که میتونم کنار بچم باشم و چیز میکنم کنار میذارم برا همین اینجام که دیدی شهر کافه و این دو چیزا من نه همیشه دوست داشتم یه کافه کتابی یک کافه چیزی داشته باشم بعد اینجوری که شد گفتم فون لق پزشکی بر میگردم میرم اونجا کافم رو میزنم پیش بچم میمونم اگه یه روز پزشکی اومد دوباره سراغم میرم مریض های آنلاین هم و اینا هم که میبینم و اگر نه در غیر این صورت میچسبم به کافداری و بچم بفهم و خانه باید توی ساله آخری که مرسن از بپرسم میخوان در داری بود و کلن چلنج هایی که داره حالا چون چون با پارتنرتون خوب جدا شدین و رابطه ظاهرا خوب و ریلکسی هم دارین با هم دیگه که اون خوب خیلی خوب و سالمه و زخت اینجوری نیستش که آره. و در ضمن من اینم بگم در پرانتز خیلی از دوستان و دوره برای من طلاق گرفتن در حال طلاق آه. گرفتن هستن و اینم یه خودش یه پدیده واقعا از هر پنج تا دوست من که کاپل ازدواج کرده دارن طلاق میکرن ببین به نظر من چیز عجیبی نیست اتفاقا خب دو تا آدم یه زمانی به این نتیجه رسیدن میتونن زندگی کنن بعد حالا به هر دلیلی یا اینکه کامیونیکیشن خوب نداشتن یا داشتن به دلایل دیگه به این نتیجه رسیدن خب دیگه نمیتونن با هم زندگی کنن ام. حتی ممکنه بعدش دوستن بمونن با هم اولا. خب ولی نمیتونن با هم زندگی کنن خب این به نظر من اون بیشتر اون بود سنته که اون اه این کلیشه ها رو تو ذهنمون گذاشته درست. و اگر اون بود سنتیش رو نگاه نکنیم منطقی بهش نگاه کنیم اتفاقی که میتونه همه جای دنیا چون بعضی وقتی توی یه طرفی هستش که مثلا میدونه که مثلا تمام شده ولی حاضر نیست اینو قبول کنه و هر جوری شده میگه به خاطر بچه است، به خاطر امنیت به خاطر فکر به خاطر عشقی که تو ذهن خود دایان. فکر میکنه شاید وجودش ولی وجود نداره میگه من هر میخوام بمونم توی این قضیه خب این تصورات غلطه که طبعات بعدی هم پیش میاره دیگه حالا هم برای خود طرف هم برای بچه مثلا این بچه ای که توی یک محیط پرتنش داره زندگی میکنه خب خیلی براش بدتره تا یک محیط آروم تک والد باشه م. خب خیلی بیشتر اذیتش میکنه اون روانشناسا بشن بررسی کردن دیدن که وقتی یک بچه ای از محیط پرتنش زندگی مشترک میره تنها حالا یا با پدرش یا با مادرش یا اینکه بین جفتشون از لحاظ روانی خیلی برای بچه بهتره و پیشرفت میکنه مثلا در جا حال بچه رو میشه دید که بهتر شده <applause> برای همین اصلا این اصرارا به نظر من بله آره آمار خلاصه خیلی بالاست دیگه خیلی آه. جالبه این آمار و بذار ترسناک هم هست دیگه آدم میخواد بره تو رابطه بگه آقا ببین ما احتمال 68 درصد 70 درصد خب نه مسئله اینه که اصلا نبود به این احتمالا آره و م... من 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 هم من نکردم تا الان رابطه طولانی هم نداشتم ولی فلسفه میگه آدم با هم دیگه میرین و تو هر چیزی که کار میکنه بعد کار نکردم نکرد دیگه آره یعنی این دیگه نمیدونم یه سه سفانت... می یعنی ترکیبی از سنت و تاریخ و مذهب و فرهنگ و فیلم هالیوودی at first سایت فکر خیلی همه چیز رو همدیگه دیگه <تصفح> گذاشته از تعریف عشق یعنی این تعریف عشق رو تو از یک لنز دیگه داری کاملا بهش نگاه کنی و قانع شدی که این تنها نوع تعریفشه و این باعث میشه مثلا تو توی حباب یا توی جعبه گیر کنی داره. 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 این نظر احمقانه منو خلاصه به عنوان آدمی که هر شب توی تخت <تصفح> خواب بیاد ولی آره صلاح هم این بود که میخوام بگم کلا چالنج های مثلا همین بچه داری حالا خودم گفتی برای خیلی مهمه که تو این سنای مهم کنار بچت باشی و اینا یعنی فکر میکنی چالنج های بچه داری توی امروز حالا تو سی سال که بچه نداشتی ولی نسبت به اینکه جوری که ما خود ماها بزرگ شدیم و جوری که بچه ها امروز بزرگ میشن چی کارا باید مثلا کرد یا نکرد که, که همیشه اون بچه هم آزادی به نظر خی... من یه سری چیزای بیسیک رو آدم رعایت بکنه کفایت میکنه من الان خیلی میبینم پدر مادر ها انقدر حساسیت های علکی دارن انقدر نگرانن سر فلان تایم، این کار رو برای بچه همون بکنیم اینو بکنیم این کلاس رو بذاریم اینو برای... اصلا اینقدر بچه رو خسته میکنن بچه زمان کودکیش برای بچگی کردنه م... به نظر من یکی اینکه باید راحت گرفت این راحت گرفتن از همه چی مهمتره ولی خب خیلی چلنج های زیادی داره الان به خصوص برای پدر مادرایی که توی ایرانن اصلا توی جامعه امروز ایران توی این سیستم آموزش پرورش امروز ایران اصلا فرستادن بچه به مدرسه به نظر من میشه اگر که حالا خب بالاخره پدر مادر ایران مجبورم بچه رو بفرستم ولی اگه که مثلا قرار بود که خیلی استریک نگاه کنی و آپشنال باشه مدرسه فرستادن یا نه فرستادن به نظر من میتونست در کتگوری کودک قرار بگیره چون واقعا مدارس ایران همچین چیزی الان این روزا با این فشارهایی که آموزش پرورش میاره به زور نماز بفرست به زور کلاس قرآن بفرست به زور این کار رو بکن به زور اون هجاب کوفتی رو بذار سر بچه دختر بچه یه هفت ساله هشت ساله ده ساله 15 ساله هر سنی اینا خودش چیزه برای همین من مثلا خیلی از دوستان که ازم سوال میکردن و میدونستم رو داشتن گفتن میتونید خودتون هوم اسکول کنید بچه رو نظری داره ولی خب باز اونم یه سری معایبی داره اون تعامل اجتماعی که بچه بله. میتونه داشته باشه اینا رو ازش میگیره ولی خب باید سبک سنگین کرد اینا رو دید که چه جوریه دیگه از اون این داستان دیجیتال و اینترنت و اینا خیلی تاثیر میذاره خیلی اصلا بچه های الان خیلی عقلشون از زمان ما بیشتر من همیشه همینا میگم خیلی بیشتر از ما میفهمم من الان با کیان 14 ساله بعضی وقتا بحث میخوام بشینم بکنم کم میارم از لحاظ اطلاعات بخاطر اینکه همش کلش رو اینترنت رو داره میخونه خیلی اینا با ما فرق دارن ولی میگم دیگه همیشه این اطلاعات از طرف خیلی بگو بگو بچهای توی ایران دوباره حتی از بچهای ما که خارج از ایرانن چیزترن فکر میکنم عاقل‌تر و بهتر حرف میزنن من وقتی مثلا مقایسه میکنم میبینم اصلا امیدوارم این نسل کاری بکنه یعنی اگه ایران قرار نجات پیدا کنه فکر کنم این نسل که نجاتش آره وقتی که مثلا هنوز رفتار و افکار کهند فکری مرسالارانه سنتی محافظه‌کارانه کارانه هستش توی کشور قش کمی هم نیستن اصلا به مذهبینا هم نیستن دیگه ربطی نداره یعنی ما آلی. خیلی ترزه فکر غلط زیاد داریم لازم این جوونا بیان بشورن ببرن دایناسور رو, رو آره که تو که تو من حالا میگم من نمیدونم چه وقت بچه دار بشم الان دارم پیر میشم دیگه و من از طرف این فکر کنم کنم چیزه مثلا اسپرم خرابه چون نمیدونم چرا کسی رو تالا حامله نکرده برای خودم سوال واقعا شورین بلنکس با قلا خارجا بگرد بعد نداشته باش کاندوم استفاده کنید در کاندوم استفاده نه آبا من کاندوم استفاده می کنم نمیدونم بعد از تو پاره می آره من تو نمای... بعضی دیگه چیز دیگه من خیلی آزمایش چیزا میدم من هر چند ماه یه بار آزمایش اس تی دی میدم حواسم هستش شما هم این رو بکنید مسئولانه برخورد کنید با آدم جدیدم خواستید بخوابید هیچ خجالت نکشید ازش آزمایش بخواید من توی موبایلم آزمایش هم همش نگه میدارم اون دکترم الان <تصفح> که خیالم راحت باشه خلاصه همین دیگه یعنی آه. خیلی خوشحالم که تونستم بیام اونجا ببینم تو هم کنیم خیلی خوب بود که تو خونه جام یه چیزی خوب خوب که محافظه از اصلا محسن تعریف کنم که هاست فوق العاده خوبی هستی بورم واقعا میمون نوازی فی نظیر این خونه آدم اصلا اصلا معذبی نمیکنه یعنی جوری بورم بورم که ولو هم آه. اینجا من صبح کن و هیچ کاری به هم نداری خیلی حال میده یعنی خیلی لذت بخشی میکنه بعد از ناخودآگاه یه جای معذبی دنیای بهتر آخر یه ذره هرکی دنگ و فنگ خودشو داره و اونم قابل احترامه یعنی من اینجا راحت باش همیشه آه. همیشه هم در خونه ما بودم من هم همینطور خونه من کلا آدمی ام که می دوست داره آره آره این را أرض با می رفتم همیشه میشه من یه خونه داری دیگه حالا عمر دنیا هر جایی که من داشته باشم که بعدم تو این چشاون تو شاتدم دوباره عمرم تو شه خیلی خوب درم و گم دو آره میبینم از تو من به فکر گم شدن